ببینید، ما برای کار کردن با مدیریت کاربران توی وردپرس پلاگین های خیلی مختلفی داریم. کاربران رو مدیریت کنیم، کاربران رو ثبت نام کنیم، اطلاعات کاربران رو بگیریم، خیلی پلاگین هستش. اما وقتی شما میخواید خودتون شروع به خوندن وردپرس کنید، اینقدر این پلاگین ها تنوع دارن ممکنه باعث سردرگمیتون بشه. من در هر قسمتی سعی میکنم بهترین پلاگین اون قسمت رو به شما بگم، پلاگینی رو که اکثر شرکت های معتبر کار میکنن، چندین سال تست شده، کارایش هستش و امکاناتش خیلی زیاده. ببینید، اوتیمیت ممبر Ultimate Member Account Ultimate Member Account رجی ابزار بذار راه نماشو از اینجا بیارم. ببین، ارزونه عضویت Ultimate Member WordPress. اول بذار بگم چرا اینو انتخاب کردیم. ببین، قبل از اینکه از اوتیمیت ممبر، همه از یوزر پرو استفاده میکنن. الان هم ممکن شما اونایی که زنگ بزنن وردپرس کار کنن یوزر پرو رو بگن، اما دیگه مثلا چندین سال میشه، مثلا یه 3-4 سال هستش دیگه من میبینم اکثرا با دارن اوتیمیت ممبر کار میکنن دیگه، یوزر پرو رو گذاشتن چی کنار. دلیل اینکه از اوتیمیت ممبر میتونه، ببینید، اول سعی کنید، گفتم حتما محصولات اوریجینالشو بخرید. سایت ابزار وردپرس همینو داره، گفتم توضیح دادم چه سایت هایی میتونید نگاه کنید، چرا پیشنهاد باشن، چون پلاگین هستش. خب ببینید، یه مقدار توضیحاتی هم اینجا آقای جبین پور خودش داده، اما خلاصه اگر امکاناتشو من بهتون بگم، خیلی امکانات داره. یکی بحث امکاناتشه، یه سری هم ببینید بغل خودش، یعنی این ادمن منبه زمیمه هایی داره که هر زمیمش واسه یه چیزیه. ببین، شما یه اوتیمیت ممبر رو که میخرید، یعنی میرید یه پلاگین اوتیمیت ممبر رو تهیه میکنه، خب یه سری امکانات خودش میده، اما علاوه بر اون یه سری اوتیمیت ممبر به بحث عضویت کاربران، ثبت نام رو میده، مدیریت گروه ها، مدیریت کاربران رو بهتون میده، من توضیح خواهم داد. هر چقدر بگم یعنی کمه در مورد امکان، اما یه سری هم خودش فایل زمیمه داره که از فایل زمیمه رو نصب میکنید، مثلا کپچا فایل میتونی اضافه کنید بهش، مثلا میکری میتونی بهش اضافه، خیلی ابزارات داره. ببینید، فلوور میتونید جمع کنید، پرایویتی مسیج، ببینید اینا هر کدوم امکاناتی هست. مثلا بی بی پرس، خودتو میدین دیگه، بی بی پرس در حقیقت معروف ترین انجمن ساز چی هستش؟ وردپرس هستش. اولش هم گفتم یکی از قدیمی ترین افسونه هایی که هستش همین بی پرس هستش. شما میتونید به راحتی روی اوتیمیت ممبر بی پرس اضافه کنید. این سیستم عضویت، عضوگیری کاربران شما میاد با بی بی پرس یه مچ میشه، یعنی نمیخواد دیگه دو تاشو با هم. من که جلسه کردم همین کارو خواهم کرد که بعد اینکه اوتیمیت ممبر نصب کردیم این جلسه، منوی اپ ساختن انجمن اینا رو به شما یاد خواهم داد که چطوری بیاد با خودتون انجمن بسازید. خب اینا یه زحمتی بکشید دیگه، من چون کلاسو میخوام به صورت پروژه محور ببرم جلو، کسایی که میخوان ببینن ابزون اوتیمیت ممبر چی هستش، چه امکاناتی داره، اینجا توی سایت ابزار وردپرس هم خودش هستش، همینجا معرفی فیرماش هستش، توضیحات کاملش هم هستش، میتونید یه نگاهی بهش بندازید. اما در زمینه مدیریت کاربران، عضوگیری کاربران جز بهترین ها میشه. یعنی شما اگه بخواید بحث مدیریت کاربرانتون و عضوگیری کاربران اینا رو مدیریت کنید، بهترین گزینه به نظر خود من هم چی هستش، نظر شخصی من هستش، که بعد بهتون بگم این بحث این با حتی خود اوتیمیت ممبر با میاد با قسمت ووکامرس هم هماهنگ میشه. برای شما میتونید باش داشبورد مدیریتی هم بسازید، بعدا خواهی فهمید داشت. مثلا ببینید، شما وقتی کاربر لاگین میشه دیگه نباید پیشخانو ببینه، که برش باید یه داشبورد مدیریتی بسازید که با اوتیمیت ممبر میشه به راحتی داشبورد های مدیریتی هم ساخت. یادتون باشه، این توی از ذهنتون باشه، حتما بهتون یاد خواهم داده، اما یادتون باشه علاوه بر اینکه مدیریت کاربرا میتونه بکنه، به شما یک داشبورد مدیریتی هم میده که من خواهد نصب هم کرد که ببینید داشبورد مدیریتی چیه. یعنی وقتی کاربری لاگین میکنه که ادمین نیست، اون کدوم صفحه، اون اولین صفحه که میبینه میشه داشبورد چیه، کاربران دیگه، باید داشبورد کاربران رو ببینه، نه بیاد داشبورد مدیریت رو ببینه، اون داشبورد کاربری رو باید ببینه. نه بهتون خواهم گفت. اما خب ببینیم اوتومیم، خب
میگید از اینجا اطمینان منبع رو میخرید و تهیه میکنید، خواستید نسخه های ناشدهش هم هستش، فعلا برای تست آزمایش بخواید کار کنید، گفتم برید بنویسید اوتومیت ممبر ناشده، اما هرگز و ابدا به خصوص این افزون اوتومیت ممبر که مربوط به کنترل یوزر اکانتینگاتون هستش و امنیتتون اتوماتیکیشن و اتورایزیشن رو سایت شما داره مدیریت که اینو نارش رو نگیرید تو سایت بذارید، این خیلی مهمه چون تقریبا جزء اصلی ترین قسمت های یه دونه سایت شما میشه. یکی از مزایای اوتومیت ممبر نسبت به بقیه پلاگین هم اینه که سرعتش خیلی زیاده، نسبت به بقیه پلاگین ها سرعتش چیه؟ زیادم هستش. خب بریم چطوری نصبش میکنیم. خیلی راحت، وقتی اوتیم ممبرتون رو تهیه کردید، ببین من اونو تهیه کردم، بذارید میگه تو قسمت اوتیمیت ممبر. خب ببینید یه قسمت اوتیم ممبر خودش رو داره، یعنی فایلی رو که گرفتید، یعنی میخواید خرید دوتا فایل بهتون میده، یه اوتیمیت ممبر ده که اکستنشن هاش بود، اکستنشن ها به نیاز خودمون نصب میکنیم. ببین 20 تا اکستنشن داره که مثلا همون بی بی سی، ببین یکیش اکستنشن هاش، ما اکستنشن ها فعلا نصب نمیکنیم، به نیاز خودمون اگر یا مثلا یو ام ورد و کامرس نگاه کنید، اینجا اگه میرفتید میخوندید من کنترل اف یو ام، بذار ببینم آخرین گزینه، آخرین افزون معمولا، ببین میگه افزون ووکامرس یا همان یو ام، یعنی اولتیمیت ممبر، هر جا یو ام دیدید توی وردپرس، یعنی دبلیو پی میشه وردپرس، یو ام هم در بحث به قدری افزونه معروفی هست، شما اگر در افزونه چیزی تحت یو ام دیدید ببینید زیر مجموعه چیه، اولتیمیت ممبر هستش. خب این یو ام وو کامرس ببینید میاد در حقیقت، ببینید افزون گل مکاربریش از ویژگی های جالبی میتونه افزوده شده تب خرید کاربر در پروفایل کاربری، نمایش سفارشات کاربر در پروفایل کاربری، تعریف نقش انحصار بر ببین میگم دیگه، برای ساختن پروفایل کاربری از این افزون وو کامرس هم چیه استفاده میشه، انجام میدم که ببینید چطوری هستش. خب من میگم الان اول خود اوتومیت ممبر رو میخوام نصب، از زیپ درش میارم اینو کپی میکنم. ببینید اگر هر افزونه ای از این بعد خواستید انجام چه در روی شبکه داخلیتون، روی هاست داخلیتون، چه در هاست چیه شما در هاست اینترنتتون، میگه تو بوشه ای که وردپرس رو توش نصب کردید، ببین من تو وردپرس اینجا نصب کردم، میاد توی قسمت این هم میتونید دیگه پاک کنید دیگه، من زیپ در میاد توی دبلیو پی کانتنت، توی پلاگین ها راست کلیک پیست، سعی میکنم اوتومیت مت چی بشه اسمش. بعد که زدیم اینو نصب کرد، وارد چی میشیم؟ رو کار هاستمون میشیم، WP خب من چون فعلا لاگین نشدم، نگاه کنید دیگر الان منوی پیشخان رو برام نمیاره. خب این پایین یه قسمتی داره ورود، ببینید ورود به سایت، ورود رو میزنم، دوستان اگر بعضیاتون این مشکل رو داشتید دقت کنید، دیدی من زدم وارد شد، بعضی وقتا میبینید شما میزنید ورود به سایت وارد این قسمت نمیشه، شما باید یه بار ریفرش کنید این قسمت اتفاق بیفته. این اگر به این مشکل برخوردید یادتون باشه مشکل نسخه چیه؟ پی اچ پی تون است. ببینید نسخه من فکر کنم از با فعلا اینی که ما الان بهتون میگم با نسخه 7.1 و 7.0 مشکلی نداره. اگر دیدید میزنه ورود نمیاد تو زیفایه، این نسختون رو بذارید روی چی؟ این نسخه 7.0 یا 7.1، مشکلتون توی هاست داخلی چی میشه؟ برطرف میشه. خب این از این. خب اومدیم تو، بریم تو قسمت پیشخان. خب چی میگه؟ این میگه بروز رسانی رو انجام بده. باش بذاری رحص مایی دست بردار نیست، بذارم یه بروز رسانی انجام بده، سریع انجام میده. اکنون بروز رسانی کن،
یه کمی صبر کنید که این بروزر سانیتی بشه، انجام بشه، رفته اینا رو داره دانلود میکنه. دانلود ممکن تو کامپیوتر شما یه مدت طول بکشه اگه سرعت به من بسته به سرعت چیه اینترنتتون داره. خب بذارید داره رفته توی قسمت چیز. برای همین گفتم به روز رسانی انجام به نگاه کنید. من چرا اول به روز رسانی رو نزدم دقت کنید. اومدم اولتیمیت ممبر رو نصب کردم بعد به روز رسانی رو زدم. این یادتون باشه چون خواستم اون به روز. اگر اولتیمیت ممبر رو بعد اینکه نصب کپی کردید حتما بیاید یه به روز رسانی رو چکار کنید. یادتون باشه بزنید. من دوباره میام تو قسمت باز ده سایت رو بیایم. یه مشکلی پیش نیومده که بروز رسانی انجام شد. خب میام تو پیشخان. خب میام تو قسمت افسونه ها. افسونه های چی نصب شد. خب میای قسمت اوتیمیت ممبر رو چیکار میکنید؟ پیدا میکنید. نگاه کنیم ویژوال کامپوزر ووکامرس اینا اسمش از این رشته مدیریت کاربران. اولتیمیت ممبر نوشته ساده ترین راه برای ایجاد جامعه مجازی پروفایل کاربری زیبا با وردپرس. خودش یعنی اینو داره میگه، میگه میتونید باش پروفایل کاربری بسازید و میتونید یوزر مدیریت اکانتینگتون انجام بده، عضوگیری کنید. خیلی امکانات داره. یعنی من هرچی در مورد اولتیمیت ممبر بگم کمه. دقت کن، اونایی هم که میخوان وردپرس حرفه یاد بگیرن میشه گفت 20 تا 25 درصد خود وردپرس فقط همینه. 25 درصدش هم میشه ووکامرس، بقیه‌اش یعنی میمونه واسه بقیه موارد. یعنی کسی میخواد حرفه‌ای توی ووکامرس، توی وردپرس حرفه‌ای بشه و وردپرس خوب یاد به یادش باشه، یکی باید اوتیمیت ممبر رو خوب یاد بگیره، یکی هم باید ووکامرس رو خوب یاد بگیره. بقیه پلاگینا 50 درصد میمونه واسه بقیه پلاگینا به نظر شخص خودم. خب فایل نمایده میزنم. خب ببینید یه بروز رسانی میخواد. صبر کنید ما بروز رسانی های در دسترس یه بار بزنیم. خب بزنیم بروز رسانی. دقیق داره ها این کار رو میکنم. بزنید یه لحظه این بروز رسانی ها رو برامون انجام بده. نزد اجرا. انتخاب همه بروز رسانی سریع بروز رسانی رو برامون انجام بده چون میخوام این آپدیت بشه. داره به ترتیب چی میشه این 3-4 تا بروز شد. داره ضد هزینه‌نامه اینا رو بروز میکنه. اصل کار این بود که خواستم این قسمت مدیریت کاربران چی بشه؟ بروز بشه. دوستان نگاه کنید قسمت مدیریت کاربران رو گذاشتم چیه بروز بشه. حتما یادتون باشه اینم باید بروز بشه، این قسمت ووکامرس هم باید بروز بشه چون اینا با هم تو ارتباط هستن. حتما زدید که بروز رسانی بشه، این دوتا باید با هم بروز بشه، یعنی همین مدیریت کاربرانتون هم قسمت ووکامرستون. خب بذار یه لحظه بروز بشه این. میام بروز رسانی ها که انجام شد میام رو افسونه ها. ببین گذاشت اینجا نگاه کنید قبل اینو نیاورده بود. اگه دقت کنید این دوتا قسمت نیاورده. میگه آقا مدیر کاربران رو به درستی بروز شده است. خب میگه میخوام ارتقا بدم. میگم همتون ارتقا دهید. ببینید خب زدیم ارتقا چه ارتقا نداد. خب فکر کنم داره ارتقا میده پشت پرده. اما مهمش این قسمت بود که من وقتی این آپدیت کردم میگه مدیریت کاربر نیاز به ایجاد چندین صفحه داره. ببین باید پروفایل کاربران بسازه، حساب بسازه، ثبت نام بسازه، ورود بسازه. اینا رو تو نسخه 2.1 نساخته بود. هم تو 2.1 چی شد؟ اینا رو ساخت. ببین یه ایجاد صفحات میزنید. من خودش میگه برای شما صفحات رو چیکار میکنه؟ میسازه. یه عصب کنید که این کار انجام بده. بس ساخت. میسا ببینید
الان کاربران رو براتون صاحب ببینید، خودش هم اینجا ببینید این صفحه قبل اگر از این کار نمی کردید باید صفحات خودتون می رفتید دستی می ساختید، خب سخته دستی ساختنش، اما من وقتی به روز رسانیش کردم آورد به من گزینه نشون داد که گفت ایجاد صفحات خودتون نکنید، بذار سیستم انجام بده. خب میگم آقا بله، برای برگه کاربران اینو ساخت، برای این نشونتون میدم این کاربر اینا رو کجا ساخته، برگه ثبت نام اینو ساخت، برگه اعضای اینو ساخت، خروج اینو ساخت، حساب کاربر اینو ساخت و بازنشانه رمزو بو اینو ساخت. ذخیره کردن تغییراتو میزنم، بعد الان بعد اینکه این اتفاق افتاد، یعنی ذخیره بزنم یه بارم بزنم مطمئن بشم. خب این صفحات کجا ساخته شدن؟ این صفحات رو ما نساختیم، خودش رفت ساخت. بذار این باشه، من برم رو برگه ها این و یه تیک بزنم که شما دونه دونه این برگه ها رو به شما نشون بدم، و یعنی خودتون باید میرفتید این برگه ها ایجاد میکردید، شورت کد دارن نه که ایجاد میکنن، با شورت کد هاشو وارد میکنن. ببینید اولین صفحه که ساخته برگه کاربران، اسمش کاربره. خب میام اینجا ببینیم کاربر کدومه، ببین جلوشون هم همشون خودش نوشته اعضا، ببین یو ام بازنشانه رمز عبور، ثبت نام یو ام، حساب کاربری درسته، ببینید خروج یو ام، سبد خرید یو ام. به کدوم صفحه شما میخواستیم پیدا کنیم؟ کاربر. من مینویسم اینجا جستجوی برگه ها، اینا این برگه کاربر. ببینید اینو این ساخته، ما نساختیم، خودش الان من که اوتیمیت ممبر زدم به صفحات بساز خودش ساخت. من روی ویرایش رو میزنم، ببین توش چی نوشته، چیز خاصی توش نیست، یه شورت کد هستش. به اینا میگم ببینید نکن، به این حالتی که شما در می نویسید به این میگن شورت کد. ببینید یعنی اینو ما اونایی که دوره پلاگین نویسی ما خواهم کرد در دوره حرفه تخصصی وردپرس، من بهشون خواهم گفت که این شورت کد چیه. اینو ببینید این یه صفحه در داخل همین پلاگین اوتیمیت ممبر ساخته شده، بعد شورت کدشو می نویسیم، یعنی میگیم آقا این صفحه رو کسی زد برو اون صفحه چیه نشون بده، پلاگین رو بهش بده. پس اگر شما خودتون هم میخواستید یه صفحه بسازید میتونید بیومدید یه صفحه جدید میساخت، اسمش رو میذاشتید کاربر مثلا، اگه نساخت، اگه شما گزینه از ایجاد صفحات و نسا کافی بود می اومدی می نوشید کاربر، و می نوشید کاربر جلوش چی رو می نوشید، این کدو می نوشید اولتیمیت ممبر فرم آیدی مثلا چی 1199. اینو می زدید خودش چیکار می کرد؟ اینو که می زنید می رو اون صفحه کاربر. خب بیا بعدی ببینید برگه ورود. خب ببین ما اینجا به مرزیم بیام بیرون نمیتونیم بهتون یاد میدم اینا از کجا ویرایش کنید. برای ویرایش کردن همین اوتیمیت ممبر اینجا گزینه اضافه شده، نگاه کنید توی قسمت یه گزینه اضافه کرده به نام نه مدیریت کاربران، نگاه کنید که شما میتونید از طریق مدیریت کاربران این تنظیمات اینو چیکار کنید انجام بدید، که خواهم بهتون میگم چطوری انجام بدیم اینا رو، فعلا داشته باشید توی ذهنتون. خب بریم بعدی، میگه برگه ورود. خب بریم توی همه برگه ها، برگه همون چیه دوستان؟ ورود جستجوی برگه. من اینا چرا دارم دونه دونه بهتون نشون میدم؟ اگر احیانا زدید نساخت، ممکن در نسخه بعدی این صفحات نسازه، خودتون میتونید به راحتی بیاید اینا رو چیکار بسازید، یه صفحه جدید بزنید، برگه ببینید افزودن جدید بزنید، کافیه فقط همین کدو به این شکلی که نوشته داخل دوتا براکت کپی کنید توی اون صفحه رو، نگاه کن همین هم میاد این کدو ببینید مثل Ultimate Member Form ID 11 مثلا چیه 198، اینو کپی کنه خودش چیکار میکنه این صفحه رو برای شما میسازه، دیگه بقیه موارد لازم نیست. این هم از این. بریم صفحه بعدیش. اوپن نکردم ها. باش بذارید. توی قسمت مدیریت کاربران پیشخان.
توی فورم ها ببینید کداش هم اینجا ببینید دقیقا ما سفر رو که میسازیم دقیقا این کد ها رو داریم بهش میدیم. ببینید مثلا دیفار دراگین ببینید 11 198 11 197 میتونید ببینید تو تنظیماتش هم برید، یعنی ما صفحه رو که الان بهش دادیم یعنی آورده بودین اینجاست. خب یا مثلا ثبت نام رو میخوام ببینم، برگه ثبت نام. خب ببینیم اینجا من بیام توی برگه ها، همه برگه ها ببینید میزنم مثلا ثبت نام جستجوی برگه ها. ببینید ثبت نام ویرایش رو میزنم. به اوتومیت میده آیدیش 11197. دو تا براکت می نویسید، دو تا دابل کوتیشن می زنید و این کد رو توش چیکار می کنید؟ کپی پیست می کنید. دقت کنید اینجا فکر کنم فارسی راستیم فارسی شده اینطوری داره نشون می دهند. نگاه کنید این باید در حقیقت یه صف کنید، من پیست کنم اینجا و به این شکل نشان بده. نگاه کنید این شکلیه ها، اینجا داره بد نشون میده، این افتاده این ور بخاطر که رایت تو رفت شده فارسی شده داره بد نشون میده، اما در حقیقت این شکلی. ببین اوتیمیت ممبر فرمال دی 11 سنه این از کجا داره میاریم؟ گفت نشونتون دادم دیگه، اینجا اگه میرفت تو قسمت فرما کدا چیه هست یا برگه اعضا. خب میاد اینجا منو ببندم کدا رو میخوام یه بار ببینید، چون اگه لازم شد خودتون باید برید چیکار کنید دست برگه ها. خب اعضا جستجوی برگه ها نگاه کنید اعضا درسته. میایم تو قسمت ویرایش، کدش چنده؟ ببین 11 200 این کدشه. اوتیمه میمیسید براکت اوتیمیت ممبر فورماید 11 200 دوباره داخل دوتا دابل کوتیشن کورش قرار میگیره. اینم از بسب اعضا. بعدی خروجه که کد خروجمون رو نشونتون بدم، میگیم تو قسمت برگه ها همه برگه ها خروج هم نشونتون بدم. خروج خب نگاه کنید ویرایش صفحه خروج یادتون باشه توی وردپرس اگه میخوای صفحه خروج بسازی کافیه هیچ کدی تو داخل صفحه ننویسید، صفحه درست میکنه به نام خروج هیچی توش نمینویسید، خارج میشه خروج. یعنی اینو بزنید صفحه از چیز میکنه شما رو خارج میکنه از سایت. پس اگه خواستید صفحه خارج بسازید یا راگاف بسازید کافیه چیکار کنید؟ خروج کنید. ببین هر صفحه یه پیوند یکتا داره، اینا خواهم گفت بهتون. فعلا فقط اینو بدونید که خروج مینویسید یا کد خارج میذارید. خب برگه بعدی حساب کار، ببین برگه حساب کار برگه. خب بیایم اینجا توی قسمت برگه هامو بذار من ازی خروج کنم همه برگه ها. اسمش چی بود؟ حساب کار برگه جستجوی برگه. اینجا بیاد تو صفحه صفحه برید بگردید خودتون میتونی پیداش کنید. به حساب کار برگ ویرایش خب به نوشته اولتیمیت ممبر اکانت به شورت کت این دیگه عدد نداره، به نوشته این اولتیمیت ممبر اکانت، یعنی می نوشته اولتیمیت ممبر اکانت رو تو هر پیجی بزنید این صفحه چی رو براتون میاره؟ کار برگ رو بهتون میاره. الان دونه دونه بزنید مثلا بخواید پیشنمایش نرم ببینید، ببینید پیشنمایش تحقیقات رو بزنید این صفحه هم بهتون چیکار میکنه خودش.
این صفحه حساب کاربری نگاه کنه، در هم نمایش پروفایل کاربری میشه. ببینید میتونید قشنگ اینجا پروفایل های مختلفی رو واسه کاربر خودتون چیکار کنید بسازید. خب بعد گزینه آخرم بازنشانی رمز بود. بیایم اینجا من توی فرم ها برم، خب باز نشانی رمز عبور جستجوی برگه ها رو میزنم. دیدم میگه یو ام نوشته، مقالش یعنی اوتیمیت ممبر ویرایش. اینا هم میخوام کداشو نشون بدم، اگه یه روزی نساخت خودتون میتونید برید، کافیه ببینید خودتون میتونید برید یه صفحه بسازید، اسمش مهم نیست دا. اسمش رو هر چی گذاشتی اینجا میگید انتخابش میکنید، فقط کدش باید این کدی باشه که توی می نویسه. بذار اصلا من اینو پاک کنم، مثلا به فرض برمثال ما میخوایم ریست پسورد چیکار کنیم، پاکش کنیم خب، و اینو اینجا بهش بدیم. من کپی کنم این کدو، مثلا میخوام پاکش میکنم اینو نگاه کنه، مثلا میزنم فکر کنید نساخت باشه شما، باز نشانه رمز رو بگو پاک میکنم، من خودم بسازم. فکر کنید مثلا اینو من میزنم زباره دان، میگم بفرست تو زباره دان. خب میام خودم میسازم، میزنم افزودن جدید، مثلا می نویسم هر اسمش هر چی میتونه بدید، تغییر رمز عبور، رمز تغییر رمز عبور. خب اما فقط این کد رو میذارید توش، اوتیمیت ممبر چی پسورد، درسته؟ اینجا میتونید شورت کدش هم چیکار کنید، نسبت به نیاز خودتون عوض کنید. بذارید عوض کنم، مثلا بنویسید ریست ریست پسورد، چون اونجا ریست پسورد بود من گذاشتم، هر چی میتونید بنویسید ریست پسورد. خب قبول میزنید، بعد میایید اینو ببینید، دقت کنید تمومش که شد، یعنی تمومش به انتشار بزنید، انتشار میزنید، یه شورت کد رو میدید و گزینه چی رو میزنید، انتشار میزنید. باور کنید میدونید تقریبا میدونید دیگه، بحث عضویت کاربران، مدیریت گروه ها، مدیریت کاربران تقریبا میشه 50 60 درصد پروژه همین میشه دیگه. تو یوزر چطوری عضو بگیری، عضو ثبت نام کنی، مدیریت کاربران کنی، براش پروفایل کاربری بسازی، پروفایل کاربری، تمام پروژه تقریبا چی میشه، همین میشه. نگاه کن دوستان، بذار تموم بشه هم به سوالاتون جواب میدم. پیش نمایش تغییرات هم میزنم که ببینم این صفحه پسورد ریست چه شکلیه. نگاه کنه او شورت کد رو میزنه تو صفحه خودش براتون، نگاه کنه براتون رو میسازه که بزنید بازیابی رمز رو براتون میفرسته. خب کاری باید ندارم فعلا. خب اما بیایید الان، باید بیاید تو این قسمت تنظیمات، چون الان دیگه ببین این صفحه من تو مدل کاربری باید ریست کنم دیگه، هم بازش رمز رو الان نگاه کنید نداریم، باید بیاید توی تنظیمات اسم دوتاش یه چیزی گذاشتم اشتباه نشه، سب کنید اینجا ببینید نتونسته پیدا کنه بازشان رمز و برو، با اینجا خودتون باید بهش بدید. نگاه من نوشتم تغییر رمز و برو، اینو ذخیره میزنید و این صفحه برای چی میشه ایجاد. یعنی گفتم اگر صفحات رو یه روز مثل این مثالی که من کردم نساخت مشکل پیش نمیاد. دوستان میتونید چیکار کنید، اینو به این روشی که بهتون دادم میتونید به صفحات هم برای خودتون بسازید. خب بس اومدیم چیکار کردیم امروز، ما امروز در کور اومدیم زیفایر رو روی لوکال هاست نصب کردیم، با زیفای نحوه ساختن یه منو اینا رو کار کردیم، درسته؟ بعد که اینا رو کار کردیم، منو رو ساختن رو یاد گرفتیم، چطوری منو رو بسازیم، چطوری منو رو به هدر اضافه کنیم، اینا رو یاد گرفتیم. نکته بعدی که اومدیم انجام دادیم این بود که اومدیم چطوری می رو تنظیم کنیم، چون الان دیدید تغییر رمز و اینا به می نیاز داشت، چطوری جیمی رو به این اضافه کنیم. در مرحله بعدی اومدیم در ظرف نیم ساعت اوتیمیت ممبر رو نصب کردیم، بعد که اوتیمیت ممبر رو نصب کردیم گفتیم آقا این اوتیمیت ممبر رو که نصب میکنیم
چطوری صفحاتش رو بساز، ارتقا دادیم صفحات رو، اگه گفتیم صفحات رو نسا خودمون چطوری میتونیم دستی این صفحات رو چکار کنیم بسازیم. فقط یه نکته هم هست اینجا، بسا بیم چای این ارتقای ما قرمز شده، میگه فید شده، نمیدونم چرا، واسه ما مهم نیست. یه دونم این خب همونو بقیهش دیگه فیلم ویدیو شد تو جلسه بعد بهتون میگم. خب ببینید الان اومدیم اوتومیت ممبر رو نصب کردیم صفحات رو برامون ساخت. مون بقیه در جلسات آتی بیام چیکار کنیم، نحوه تنظیمات این برگه ها رو بهتون بگم، چطور سفارش سازش بکنیم و اینا، و همینطوری تا بریم به ادامه من باسمون. با امید دیدارتون در جلسات بعدی و آرزوی موفقیت و سربلندیتون مثل همیشه کنجکاو باشید.